سلام همراهان همیشگی کانال مگانیوز، به یکی دیگه از ویدیوهای ما خیلی خوش اومدید. قبل از هر چیز یادتون نره کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و حمله دوباره امیر تتلو به یاس و پیشرو. همون جور که میدونید چند سالیه که امیر تتلو و رضا پیشرو با همدیگه رابطه خوبی ندارن و حسابی با همدیگه دشمن شدن. امیر تتلو هم بارها در کانال تلگرام و توی لایفهاش به پیشرو انتقاد کرده و اونو یه رپر ضعیف میدونه. امیر تتلو بار دیگر در کانال تلگرامش در مورد پیشرو و یاس و سایی و دیگر خواننده ها سخنانی رو مطرح کرد که حسابی جنجالی شد. تتلو در کانال تلگرامش نوشت: اگه دوست دارین بازی با کلمات و قافیه های بیخود گوش کنید، این همه رپر هستن که این کارو انجام میدن. من تکنیک و قافیه بازی رو فدای حس و اصل موسیقی نمی کنم. من آدمی نیستم که الکی دریپ کنم و تکل الکی بزنم. مثلا من تو آهنگ من باهات قهرم اصلا از تکنیک رپی استفاده نکردم. همه قافیه ها ساده بودن و فانتزی. اصلا کاری به جز اینو انجام ندادم. شما هرگز نمیتونید منو با هیچ رپر و حتی پاپ خونی مقایسه کنیم، چون اونا صرفا رپرن یا فقط پاپ میخونن. همونجور که میدونید امیر تتلو علاوه بر رپ، پاپ، آرنبی و دیگر سبک‌های موسیقی رو توی کارنامه خودش داره. تتلو در ادامه نوشت: من موسیقی و فدای رپ یا پاپ و قافیه و تکنیک نمی کنم، ولی مطمئن باشید اگه بخوام فقط به یه قافیه توجه کنم مثل این چسمشنگا، همشون رو شیشیچ می زنم. اینا با مغز فندقیشون قافیه می دن، بعد من نتونم این کارو انجام بدم. یارو ریاکشن سازه 17 سالشه و می فهمه قافیه ساده چیه. اون وقت من نمیفهمم. این که فقط بگین سلطان خودتی، بی خود گوه خوردن که کار درستی نیست. شما یه موزیک خفن بدید که بیشتر از یکی از 100 تا موزیک ما هوادار و شنونده داشته باشه، و این چیزاست که امیر تتلو رو متمایز میکنه. وگرنه منم میتونم عین پیشرو، یاس، سایی و امثال هم یا مثل این جوجه هنری های توسمغز اینقدر قافیه های فانتزی بچینم پشت همو پشماتون بریزه، اما حس چی میشه؟ حقیقت چی میشه؟ ارسال انرژی و فرکانس درست و ریتم چی میشه؟ من سعی میکنم به جای اینکه با قافیه ها ور برم، مفهوم شعر رو تحت اشعارم توی آهنگ جا بدم و روی صدام تغییر ملودی انجام بدم. بقیه دوستان صدا ندارن، ملودی ندارن و میان فقط فلو عوض میکنن و با قافیه بازی میکنن. اون سبک من نیست. به نظر من بیشتر شبیه بیت باکس تا رپ.